بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، یا جواد الائمه و رحمت الله و برکات. سلام و عرض درود و احترام داریم به شما ارجمندان، شما همراهی کنندگان بسیار محترم رسانه جهانی هادی که امشب به صورت زنده و مستقیم همراهی کننده ما هستید. در شب شهادت جانسوز و جانکاه حضرت امام جواد علیه السلام به محضر شما رسیدیم. تسلیت عرض میکنیم اولا به پیشگاه آقا و مولایمان حضرت امام عصر ارواحنا له الفدا و همچنین به پیشگاه شما مؤمنان گرامی. یک شنبه شب دیگر فرا رسیده و در محضر شما عزیزان با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی عزیز گفتگوی خودمان آغاز میکنیم. سلام علیکم استاد، عرض تسلیت دارم. و علیک السلام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، عرض درود و سلام و عرض تسلیت داریم. خدا کنه انشاءالله که همه ماها از جمله عزاداران واقعی حضرت جواد الائمه علیه السلام قرار بگیریم در خدمت. بسیار خوش آمدین استاد. بنده مجددا خدمت شما استاد گرامی تسلیت عرض میکنم و فرصتی بسیار ارزشمند در شب شهادت امام جواد علیه السلام به ما دست داده تا گفتگوی خودمان پیرامون مناظرات علمی امام جواد علیه السلام تقدیمشان کنیم. اما فرصتی بسیار مناسبی هست که در همین ابتدا نگاهی گذرا بسیار خلاصه و تیتروار به زندگانی بسیار پربار حضرت داشته باشیم. در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بله، همونطور که فرمودید معرفت امام و شناخت امام طبق احادیث متعددی که از پیامبر اسلام داریم وظیفه همه ما هست. یکی از مراحل معرفت و شناخت همون شناخت شخص امامه که ما حداقل این مقدار بدانیم که این امام ما فرزند چه کسیه، در چه تاریخی به دنیا آمده، در چه تاریخی به شهادت رسیده. حضرت جواد الائمه علیه السلام تنها فرزند حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سناست. شیعیان از این که حضرت رضا علیه السلام فرزندی نداشتن بسیار نگران و ناراحت بودند که بعد از حضرت رضا علیه السلام جریان امامت چی میشه. اون دسته از شیعیانی که از خواص شیعه نبودن و اطلاعی دقیقی از حدیث لوح و از اسامی اهل بیت علیهم السلام که از زمان پیامبر بین خواص شیعه معروف بود نداشتن، اینا نگران بودن. تا اینی که حضرت امام جواد علیه السلام در سال 195 هجری متولد شدند در شهر مدینه. حضرت رضا علیه آلاف تحیت و سنا اون زمان ساکن در شهر مدینه بودن. بعد در سال 200 وضعیت جهان اسلام در دعواها و کشاکشی که بین مأمون و امین عباسی پیش میاد، بعد مأمون حاکم میشه، تنها کسی که احساس خطر ازش میکنه حضرت رضا علیه السلام و حضرت رو احضار میکنه به خراسان به ری. و تا سال 123 که حضرت رضا علیه السلام بعد به شهادت میرسد، جواد الائمه علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت میرسه. ببینید، من میخوام اشاره کنم قدرت معنوی حضرت رضا علیه السلام و امام جواد تا چه حد و اندازه است. با اینی که هارون الرشید و متوکل، مأمون، معتصم این خلفای بزرگ بنی العباسه، یعنی اون امپراتوری عباسیان را اینا از همه بیشتر تجربه کردن و قدرت نهاییش رو اینا دیدن که بر کل این نیمکره زمین حکومت میکردن، ولی در این حال از یک شخصیتی به نام حضرت رضا علیه السلام این واهمه عجیب رو داشتن که نکند تاج و تخت ما رو کلن به هم بزند. حتی از حضرت جواد علیه السلام که 8 سال سنشون بیشتر نیست، بله، میترسیدن. لذا امام جواد علیه السلام رو
احضار کردن در همون سن کودکی و قضیه ازدواج امام جواد علیه السلام پیش آمد با ام الفضل دختر مأمون که یک ازدواج تحمیلی بود بر حضرت جواد علیه السلام و یک ازدواج بود که در واقع مبنای سیاسی و عرض کنم فریبکاری مأمون رو داشت، چون مأمون با این کار میخواست برای مردم عوام القا کند که من حضرت رضا رو به شهادت نرسوندم. میبینید که حتی دخترم رو به فرزند ایشون تزویج میکنه. از لحاظ ظاهری بسیار بله. با امام جواد احساس قرابت نزدیکی میکنه، خیلی اظهار بله. ارادت میکرد بله. خود مأمون، گرچه که معتصم رویش فرق میکرد، مأمون اظهار ارادت میکرد تا این لکه ننگ به پای اون نشته نشه بله. که قاتل حضرت رضا علیه السلامه، و از سوی دیگر میخواست حضرت جواد الایمه علیه السلام رو تحت الحفظ داشته باشد، طوری که نگذارد شیعیان خیلی با حضرت ارتباط برقرار بکند، و اون عرض کنم که خوف و ترس همیشگی که دستگاه حکومت از خاندان علی علیه السلام داشتن که یک وقتی اینا قیام نکند و ظلم اونها رو به پایان نرساند، از این ترس خلاصه امام جواد علیه السلام رو در کنار خودش حفظ میکرد. حضرت جواد الایمه علیه السلام 17 سال امامت کرده، یعنی در سال 220 هجری قمری امام جواد علیه السلام با اون نقشه مزورانه‌ای که معتصم عباسی با جعفر برادر مأمون عباسی و عرض کنم خدمتون که با جعفر بخش فرزند مأمون عباسی که میشد برادر زادش و ام الفضل دختر مأمون نقشه کشیدن و حضرت امام جواد علیه السلام رو به طرز بسیار مظلومانه‌ای به شهادت رسوندن. شهادت حضرت هم مشابه شهادت پدرشون حضرت رضا علیه السلام نقل شده، گرچه که بعضی ها ابن ابی داوود یا ابن ابی دعاد را که در ضبط دو جور ضبط شده اونم دخیل در شهادت امام جواد علیه السلام میداند. اون یکی از عالمان اون زمان بوده که به خاطر مناظرات متعددی که با امام جواد علیه السلام داشتن، این عالم اون زمان که مخالف رأی و مذهب شیعه و امام جواد علیه السلام نظراتی داشت در مجالس مختلف شکست خورده بود، و اگر فرصت شد انشاءالله در بخشی از مناظرات بهش میپردازیم. لذا در مورد قاتلین حضرت اینا رو نقل کردن بل. که این چند نفر دخالت دارن در شهادت امام جواد علیه السلام. بسیار عالی، بسیار مطلعی بس خوب و الحمدلله مثل همیشه درجه یک آغاز شد و بسیار مناسب هست که با توجه به این آغاز بس و موضوع برنامه مناظرات علمی حضرت امام جواد علیه السلام شروع کنیم، بخشی نگاهی گذرا داشته باشیم و بخشی از این مناظرات و که بخش بسیار قابل توجه از زندگانی حضرات در واقع همین مناظرات علمی هست بله. که به ما رسیده و ما می توانیم آنها را مرور کنیم و درس‌های زیادی از آنها بگیریم و در خدمت شما هستیم استاد، ان شاءالله فرصت بیشتر در اختیار شما هست تا دوستان هم همراه ما هستند و بیشتر استفاده ببرند. ان شاءالله عرض می‌کردیم در زندگی امام جواد علیه السلام فعالیت‌های گوناگونی حضرت داشتند بله. یکی از اون فعالیت‌ها که عمده فعالیت‌های همه ائمه علیهم السلام مخصوصا حضرت جواد علیه السلام هست، بحث جهاد علمی و هدایت فکری و روشنگری هایی هستش که نسبت به کل امت اسلام دارند بله. خب یک بخش از این جهاد علمی مربوط میشه به همین مناظراتی که جناب عالی اشاره کردید. این مناظراتی هم که در زندگی حضرت رضا علیه السلام در زندگی امام جواد علیه السلام ما میبینیم پررنگتر وجود دارد، علتش هم همینه که مأمون عباسی و بعد از مأمون عباسی معتصم و دیگران هدف و انگیزشون این بود که مقام امام معصوم علیه السلام را جلوی دیگران پایین بیاره و کاری بکند با تشکیل این مناظرات که شاید در یک مناظره امام کم بیاره، تخریب چهره علمی امام، که اون چهره علمی تخریب بشه. اما برعکس، خب هر چقدر این مناظرات بیشتر میشد مردم بیشتر شیفته حضرات ائمه علیهم السلام میشد. من اشاره کنم به مناظرات خود امام جواد علیه السلام که با توجه به اهدافی که پشت این مناظرات وجود داشت به صورت کلی بر دو قسم تقسیم میشه.
زیرا که یک بخشی از این مناظرات هدفش این بوده که امام جواد علیه السلام میخواستن خود جامعه شیعه رو سران و بزرگان و عرض کنم خدمتون که رجال شیعه رو توجیه بکنن و شبهاتی که در ذهن مردم در اون زمان به وجود آمده بود نسبت به ولایت و امامت خود امام جواد علیه السلام این شبهات رو پاسخ بده. اتفاقا یکی از سوالات شبهات بسیار متداول بین حتی امروزی ها همین سال هست. شما فرمودید که حضرت امام جواد علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیدن و در 25 سالگی هم به شهادت رسیدن. درسته. یکی از جوانترین ائمه ما از لحاظ به امامت رسیدن. درسته. و بسیار هم شبه هست استاد، آیا می شود حقانیت و امامت یک در واقع کودک 8 ساله رو ما قبول کنیم؟ بله، این بحث در حقیقت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بین شیعه هم مطرح شد در همون زمان. بله، یونس ابن عبدالرحمن یکی از اصحاب کبار حضرت رضا علیه السلام و مورد اعتماد حضرت در یک اجلاسی که بین خود سران شیعه در همون زمان بعد شهادت امام رضا علیه السلام برگزار شد همین بحث رو مطرح کرد. ایشان شاید هدفش این بود که پاسخ به این شبهه در همون زمان داده شود تا پایان تاریخ مردم روشن باشه. ایشون گفت آقایون بزرگان زعمای قوم و شیعه، حالا که حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیده، مسئله تدبیر امت اسلام مؤمنین شیعیان چی میشه با توجه به این که سن حضرت امام جواد علیه السلام هنوز کوچیکه، ما باید یک برنامه‌ای بریزیم که این قضیه رو تدبیر کنیم، مدیریت کنیم، مصلحت‌های کلان شیعه رو یک وقت خدای نکرده از بین نره و مشکلات پیش نیاد. تا این جملات رو گفت یک شخص دیگر از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام ریان ابن سلت از جاش بلند شد و پاسخ این صحبت رو همونجا در حضور همه داد. بله. ایشون فرمود که آقای یونس بن عبدالرحمن، من گمان نمی کنم شما نسبت به امامت امام جواد علیه السلام تردید و شک داشته باشی و عجیب از شما اگر شک داشته باشید. از طرف شما مقام امامت رو مثل مقام نبوت یک ودیعه الهی می دانید. بله. و یک موهبت الهی که خداوند متعال به هر کسی که صلاحیت های امام شدن را داشته باشد عنایت میکنه، به هر کسی که همونطوری که قبلا نبوت را اعطا میکرد. در مورد حضرت عیسی مسیح داریم که و یکلم الناس فی المهد و کهلا، در گهواره با مردم سخن میگفت. بله. در همون گهواره گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. بله. من بنده برگزیده خدا هستم، خدا برای من نبوت را عنایت کرده. یا در مورد حضرت یحیی داریم، پس بله. خلاصه این مسئله امامت مثل مسئله نبوته. بله. بعید گفت از شما یونس بن عبدالرحمن که این قضیه برای شما حل نشده باشه. بله. اما جواب اینه که همونجا ریان ابن سلت با استدلال این قضیه توضیح داد که امام حجت خداست، امامت وقتی برای یک فرد عنایت میشه این بستگی به سن نداره، اگر اون شایستگی های ذاتی